اینجا جهنم. در کهکشان ما سیاراتی هستند که به معنای واقعی جهنمند. سیاراتی که به ستاره خود بیش از حد نزدیک شدند و گدازه‌ها بر روی آنها جریان دارند. اما سیاره‌ای که دیدید حدوداً 40 سال نوری از ما فاصله دارد. از آن دور شویم و به سمت منظومه شمسی خود بیاییم، جایی که دنیای خفه کننده آن هم دقیقاً در کنار زمین قرار گرفته است. زهره یا ناهید. ناهید یا زهره، دومین سیاره منظومه شمسی که از زمین به خورشید نزدیک‌تر است. این سیاره سنگی است و از نظر اندازه مشابه زمین است و همین دلیل است که به آن خواهر دوقلوی زمین هم میگویند، اما شباهتشان در همینجا خاتمه پیدا میکنند. زهره دنیایی خشن با آتشفشانهای زیاد و جوی خفه کننده است. دمای متوسط آن 464 درجه سانتیگراد است که حتی صبح هم در آن ذوب میشود. خشن بودن زهره به همینجا ختم نمیشود. فشار جوی خرد کننده آن 90 برابر فشار جو زمین است. با اینکه زهره نزدیکترین سیاره به زمین است، سطح آن همواره زیر ابرها پنهان بوده. به همین سبب تا چند دهه پیش برخی دانشمندان آن را سیاره شبیه به زمین و با وضعیت میزبانی حیات میپنداشتند. اما در 4 دهه گذشته موفق شدند از میان ابرهای زهره چیزهایی ببینند. داده‌هایی که ابزارهای زمینی و فضاپیماهای مدارگرد جمع‌آوری کردند سبب به دست آمدن نقشه‌ای از کل سیاره شد. جزئی‌ترین داده‌ها را فضاپیمای ماجلان، موفق‌ترین مدارگردهای زهره، تهیه کرد. همانطور که این نما از یک روی زهره نشان می‌دهد، این سیاره پر از دشت‌های آتشفشانی و برخی نواحی مرتفع است. به سبب دمای زیاد سطح سیاره، در هیچ بخشی از آن رود، دریاچه یا دریایی از آب وجود ندارد، اما وجود رودهایی از گدازه محتمل است. زهره سیاره‌ای بسیار هموار است و حدود 90% سطح آن ارتفاعی بیش از 3 کیلومتر ندارد. دشت‌های کم ارتفاع آتشفشانی 85% از سطح آن را پوشاندند. 15% باقی مانده شامل تعدادی نواحی مرتفع به نام فلات یا ناحیه است که به سبب حرکت پوسته سیاره بالا زدند. هزاران قله آتشفشانی که جابجا در سر تا سر سطح زهره پراکندند، خروجی هایی هستند که حرارت درونی سیاره از آنها و از میان پوسته بیرون می زند. برخی از بزرگترین قله های آتشفشانی مانند قله سیف در این تصویر راداری دیده می شوند. ارتفاع قله سیف از دشت های اطراف تقریبا 2000 متر و قطر دهانه آن 300 کیلومتر است. دهانه چند حلقه‌ای مید حدود 280 کیلومتر قطر دارد و بزرگترین دهانه برخوردی روی زهره است. درون حلقه این دهانه بستری ناهموار است که ناحیه‌ای پرتپه در مرکز آن قرار دارد. حدود 4 میلیارد سال پیش که زمین و زهره جوان بودند، جو این دو سیاره بسیار شبیه هم بود. اما امروز همه چیز بسیار متفاوت است. جو زهره که جرمش 100 برابر بیشتر از جو زمین است، آنقدر ضخیم شده که از روی سطح آن دیگر نمیتوان ستاره ها را دید. جو این سیاره بیشتر شامل دیوکسید کربن و کمی غبار گوگرد و قطره‌های اسید سولفوری که حاصل از فوران‌های آتشفشانی بسیار است. این جو خشن زهره را به سرزمینی گرم، بسیار خشک، تیره و تار و خفقان آور تبدیل کرده است. مجموعه ای از کاوشگرهای ونرا توسط اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1961 تا 1984 برای جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاره زهره توسعه یافتند. این کاوشگرها اولین دستگاه‌های ساخت بشر بودند که وارد جو سیاره دیگری شدند و نخستین تصاویر را از سطح یک سیاره دیگر به زمین ارسال کردند. یکی از معروفترین این کاوشگرها ونرا 7 بود که در 15 دسامبر 1970 به سطح زهره فرود آمد و اولین داده ها را از سطح این سیاره جذاب به زمین مخابره کرد. سطح زهره بسیار گرم است و همانطور که گفته شد دمای متوسط آن 464 درجه سانتیگراد می باشد که باعث ذوب شدن سریع تجهیزات می شود. به همین خاطر کاوشگرهای ونرا تنها توانستند برای مدت کوتاهی در سطح زهره دوام بیاورند، از چند دقیقه تا حد اکثر 2 ساعت.